سلام به شما بینندگان عزیز سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران. پیرامون وضعیت کنونی میهنمون خدمت آقای دکتر منوچهر هزارخانی رسیدیم و سوالاتی رو با ایشون مطرح خواهیم کرد. به شما سلام میکنم دکتر هزارخانی عزیز. منم سلام میکنم. اجازه بدین که به عنوان اولین سوال از شما بپرسم که ارزیابی شما از حکم دادگاه آنتورپ و محکومیت دیپلمات تروریست رژیم اسدالله اسدی چیه؟ سوالی است که جوابش خودتون بهتر از همه میدونید. میتونم تکرار بکنم البته بعضی گفته های اونا رو. این اولین باریه که در اروپا یک دادگاهی یه تمامی یه رژیم رو چون وارد محتوام شده محکوم میکنه به مناسبت تصمیم گرفتن برای تروریسم. بنابراین میتونه یه مبدع تاریخ بشه برای سیاست جهانی از این به بعد. سوال بعدی که در همین رابطه اتفاقا خواستم بپرسم، محکومیتی که الان شما به درستی گفتید محکومیت تمامیت رژیم هست، برای مقاومت چه پیامی داره؟ پیامش برای رژیم بیشتره تا برای ما. مقاومت خودش موجودیت تثبیت شده داره در ایران. اگه قرار اتفاقی بیفته، یه مقاومت تثبیت شده و به رسمیت شناخته شده اونجا هست که میدوندار هم هست، یعنی رقیب جدی نداره. البته رقیبانی رو سعی میکنند واسش بتراشند. اخیراً من شنیدم که این اصلاح طلبانی که قبلا از مدت‌ها پیش اعزام شدن به خارج کشور، حالا ادهی صداشون در اومده که اینا چی میگم گردانهای جوان مریم رجوی هستند. خب اینا جوان ها هستند که پیوستن یا میخوان به پیوندن به مریم رجوی، در حالی که خودشون همچه ادعایی ندارن. این نشون دهنده این است که خب تا کجا رژیم حواسش جمع هست. البته سیاستی هم که در پیش گرفته، شما مالان یه مقداریش رو گفتید، ناشی از همینه. داخل کشور خوشبختانه آدمایی که باید کارشون رو بکنن هستن، سر پست هم هستن. خیلی خوشحال میشیم که از 22 بهمن و اون روزها اگر خاطره ای دارید برامون بگین. ما ها پاتوهامون تو دانشگاه بود دیگه اونجا. اگر هم اتفاقی میافتاد، هر اتفاقی میافتاد کشیده میشه رو دانشگاه بلافاصله. دانشگاه خودش یک مؤسسه ای بود که با خارج از خودش هم رابطه داشت. اما البته میتینگ و اینام که اونجا اصلا تشکیل میشد تا بعد که نماز جمعه دیگه قرار شد اونجا تشکیل شد، یعنی خودشون قرار گذاشتن. اصلا چی بود دیگه، هر کی هر هنری داشت اونجا میومد نشون میداد، هر هنری داشت. حالا نقاش بود، نمیدونم چریک بود، چی بود، بلد بود بوم بسازه، هر کاری بلد بود. اینا می اومدن توی دانشگاه میگفتن یا کنفرانس میدادن یا مینوشتن میزدن به چیز، به در و دیوار. آره. با توجه به ابعاد جنایات رژیم آخوندی، پاسختون به اونهایی که بازگشت به عقب و سلطنت رو به عنوان یک گزینه مطرح میکنن چیه؟
خب ببینیم ما جوابمون قبلا دادیم دیگه، جوابمون قبلا دادیم، یعنی دو تا خط موازی هم رسم شده که نه شاه نه شیخ. من فکر نمی‌کنم خیلی توضیحی لازم داشته باشه برای دادن. بحث به صلاح چی میگن ایدئولوژیک میشه کرد راجع بهش که چرا اینه میگیم، اما به عنوان سیاست یه سیاست پذیرفته شده دیگه. وقتی هم پذیرفته شد همه قبولش دارن دیگه، کسی دنبال باقیش نمیگرده. یه سیاست اعلام شده است از 40 سال پیش تا حالا داره اجرا میشه. خب مبارک مبارک تا اینکه به پیروزی برسه. من فکر نمیکنم اصلا سلطنت یه موقعی بود تو خود ایران این به اصطلاح تو عوام این حرف شایع بود که به زودی در تمام دنیا 5 تا شاه دیگه بیشتر نخواهد موند. 4 تا شاه ورق بازیه، یکی آن شاه انگلیس. این چیز عامیانش بود. اینو عوام میگفتن اون موقع که خب بالاخره انقلاب و نمیتونم چریک و چیچی و اینا خیلی شلوغ بود، همه جای دنیا شلوغ بود، همه جای دنیا کودتا میشد، اینا این حرف هم از توش در میومد، میگفتن عوام. حالا البته میشه حد زد که شاه انگلیس تا آخر خواهد بود اگه شاه باشه، چون اونجا ملک هم میشه داشته باشن دیگه، این هم دستاورد اوناست که ملک میتونه داشته باشه. ولی بقیه دنیا به طرف شیبش به طرف دموکراسی، حالش شاید دیر زود شیبش به طرف دموکراسی. این رو به همون توضیح بدید که به چه علتی شما شانس پیروزی برای آلترناتیو شورای ملی مقاومت رو میبینید؟ من میگم الان ثابت شده است، اصلا ثابت شده است. یعنی مریم یه منشوری ابلاغ کرده، برنامه سیاسی، خب خیلی نکات مشترک داره با دموکراسی که خیلی ها دلشون بخواد اون به اون برسن اینا. بنابراین میشه گفت که برنامه سیاسی اعلام شده و پذیرفته شده و به ثبت رسیده هست. اما اوائلی که ما اومده بودیم اینجا یکی اساسا جلسه های شورا که تشکیل می شد، شورا البته به این مفصلی که حالا هست نیست نبود، حرف هم زیادتر بود. نه. حرف آخر محسود این بود که اگر هم ما بخوایم اسلام رو کنار بذاریم بلا مذهب ها می گفت مثل من مثلا، شما نباید بذارید. اون موقع خیلی مفهوم نبود، برای اینکه چی بگم، ایدئولوژی حاکم بود، هر کسی یه علمی دستش بود به اون فکر میکرد، واسه اون میجنگید، واسه اون به جامعه هیچ که فکر نمیکرد از جمله ما. شما مسعود اون موقع ها فکر میکردیم که خب دعوای خودش رو داره میخواد ملیش بکنه، حقم داشت، به دلیل اینکه هر پیشنهادی که میکردین اون باش موافق بود، اصلا میگفتش که من حاضرم همین الان امضا بکنم،
چیزا خواستایی که شما دارید هیچ مسئله واسه هم نیست، ولی اصلا کسی خواستی نداشت دیگه، هر کسی که علم داشت دستش بود. اون تفرقه هم خیلی زیاد بود دیگه تو جامعه، به خصوص توی چیزای سیاست مدارانی که وجود داشتن و به خصوص در خارج کشور، اونایی که نمیتونستن اونجا دوام بیارن میومدن بیرون. شورای ملی مقاومت آخرین گروهی بود که اومد با مسعود و اینا و تشکیل شد، موقعی که تمام جاها اشغال شده بود، یادتون هست دیگه؟ اونو من خوب یادمه، انواع و اقسام گروه ها و گروهک ها و این چیزا بودن، هر کدومشون نماینده داشتم در اروپا دیگه، هم از قدیمی ها، از جدیدی ها، از بعدن پیوسته ها. مسعودم بود، اونم بود. خب حالا که نگاه میکنید بشه 40 سال گذشته، البته خیلی چیز خیلی سخت نگاه کردم به 40 سال پیشتر، ولی خب یه راهی اومده دیگه، یه راهی طی شده. اون چی که شما استرونباری که بودید به دست آوردید تو جامعه، از این به بعد دیگه مطلب دموکراسی، دیگه مطلب دموکراسی دعوی ایدئولوژی به قول ما نیست. باید به فکر جامعه بود، باید به فکر جامعه بود. سازمان ها اگر میراثی دارند میرسه به تاریخ دیگه، میرسه به تاریخ و ثبت میشه. اجازه بدین که یک سوالی رو در ارتباط با داخل کشور مطرح کنم. ارزیابیتون از فعالیت های کانون های شورشی چیه؟ کانون های شورشی ببینید خودشون که خودشون به عنوان یه پدیده جدید ناشی از این مبارزه، ولی اینا خب خیلی مهمه، خیلی مهمه، به خصوص تو این نقل و انتقالاتی که توی سیاست دنیا همین الان داره انجام میگیره، راه پیدا کردن از اینکه این بلا را دفع بکنید یا تو اون دام نیفتید، این کار خیلی سختیه. مریم رجوی که من جز چیزاشون هم دیگه، من جز ارادت مندان شخصی و سیاسیش هست، یعنی هم شخص خودش ارزش شخصیتش، هم سیاستی که داره به اصطلاح رهبری میکنه. ضمن اینکه خب دیگه حواسمون به جاهای دیگه هم باشه، چون الان دیگه از این به بعد تمام مسائل جهانی هم حالا یا در حال بدتر شدن هستن یا در حال بهتر شدن هستن، ولی همه مسائل یواش یواش داره جهانی میشه. هرچی که شما فکر میکنید که قبلا محلی بوده یا ملی بوده یا مکتبی بوده یا مذهبی بوده، اینا الان داره جهانی میشه که
خب الهام بخشم احرامم از شماها خیلی گرفتن برای اینکه همینجوری باشم، چون شماها از این چیزا زیاد داشتید دیگه، هم توی جلسات خودتون تا اونجا که من را میدادم برم ببینم و اینا، هم به مناسبت اینکه انسان ها تغییر میکنن، از جمله انسان ها شما هم تغییر کردید. بله، با تشکر فراوان از شما دکتر منوچهر هزارخانی عزیز.